خب توی مرحله میخوایم بگیم که این پینا که اضافه است از این قطعه زده بیرون چجوری باید ببریم. اول باید ببینیم که این پینا رو باید با چی ببریمش. باید با کور سرفیس ببریم، یعنی سرفیس بالایی، یا با میبخشید کویتی سرفیس، سرفیس بالایی، یا با کور سرفیس، سرفیس زیری. ما باید با این زیری باید ببریم. برای این منظور هر کدوم از این پینایی که اینجا داریم توی درخت طراحی هم وجود داره، میتونیم یکی یکی اونا رو پیدا کنیم. تو قسمت اجکتور سیستم قرار گرفته، میام رو اولی کلی سمت راست رو میزنیم و دقیقا مثل سری قبل اس رو پیدا میکنیم. اسپلیت با چی؟ با کور. میریم اینجا کور رو انتخاب میکنیم، کوری که جوین شده با این کور. خب اوکی میکنیم. اولیش رو واسه ما برید، اضافه هاش رو الان میباره. پایینش رو میخوایم یا بالش رو میخوایم؟ که پایین رو میخوایم، اینو مشخص کردیم. ببینیم بقیش رو با همین ترتیب میباریم. الان ببینید این یکی رو که نگاه کنیم، ببینید طولش چی شده؟ کوچیک شده. اما اینجا ما یه اشتباهی کردیم. این قسمت رو وقتی که اومدیم گرفتیم گفتیم تا این برامون چیکار کن سوراخ بشه. این کار رو نباید میکردیم. یعنی زمانی که ما این دستور رو زدیم که الان اینجا اتفاق افتاده، نه اینجا فرام تو نباید میگرفتیم، این تو باید میگرفتیم تا این، تا اونجا برامون سوراخ بشه. اینو دیگه نیاز نداشتیم بگیریم. که این حالا میتونیم چیکار کنیم؟ دقت کنیم که این حالت پیش نیاد. من بقیش هم یکی یکی میبارمش تو. آره اضافه شو برید. الان پیلو اگه دقت کنیم، همین پین اولو، این پین اول من کلی سمت راستو میزنم، میرم میگم اوپن توی فایل جدید. سرش رو که نگاه کنیم همون فرم چی رو گرفته؟ فرم قطعه رو گرفته. من توی یه شیب دادم که نشون بده بهمون به چه شکلی هستش. موارد دیگه هم باز به همین شکل. یعنی من میتونم دوباره بیام اینجا کلی سمت راست رو بزنم و بگم اسپلیت کن. همه رو باید با چی ببرم؟ با همون کور سرفیس. بله با کور سرفیس ببرم. قسمت پایین رو میخوایم. آره شبیه به هم دیگه است. حالا همه رو میتونیم به همین شکل ببریم. دوره اگه بیاریم اینو بازش کنیم، اوپنش کنیم توی صفحه جدید، میتونیم چیکار کنیم؟ انتهای اینم ببینیم باز به چه شکلی. اینجا تخت بود دیگه، این بود که وسط گرفتیم. بقیش هم یکی یکی میبریم تو ادامه فیلم نشون میدیم. خب همینجوری که گفتیم، ما موقعی که میخواستیم میل پرون درست کنیم گفتیم تو این قطعه، یعنی تا کویتی پلیت. اشتباه کردیم، میام روی این کلی سمت راست رو میزنیم، اسمش رو پیدا میکنه، میگیم که ادیت کنه واسمون و دایلوگ باکس دوباره ظاهر میشه. اینجا میتونیم بگیم تو تا چی؟ این صفحه، نه تا این صفحه پایین، تا این سوراخ واسمون بالا نیفته. اوکی میکنیم. حتی قبلش رو قبلا اومدیم تصحیح کردیم درست شده. سوراخ از اینجا که شروع شد میاد میل پرون داخلشه تا زیر قطعه کافیه. بالای قطعه دیگه ما نیازی به سوراخ نداریم، چون اگه سوراخی باشه وقتی تزریق میکنیم از اونجا میزنه بیرون. اما سوراخ پایین به وسیله پین چیه؟ مسدود میشه و فقط یه اثری از اون جای پین واسه ما میمونه. خب دیدیم که این اتفاق افتاد. حالا همین پین آخر رو اگه باز بریم که جای خیلی چیز دادیم، خاص زدیم، اگه اوپنش کنیم، میریم بازش میکنیم، توی لبه بود. ببینید عمدن ما اومدیم اون لبه، البته این نیستش ظاهرا، این روی فیلت نبود. من اینو میبندمش. اونی که روی فیلت بود و یا این قسمت که توی لبه بود، میتونیم بریم بازش کنیم. این قسمت، این لبه به چه شکلی در اومده؟ اینم یا این یا این یکی، هر کم از اینا چیز کنیم باز کنیم، میبینیم همون فرم لبه رو برای اون گرفته. خب اینم ایجاد میل پرون.